همکارم آرش علایی از داخل کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، از روز یک شنبه اصلا ادبیات دولت هم داره تغییر پیدا میکنه. حالا این جلسه پشت درهای بسته است، ولی زمزمه ها چه است؟ چه میدونیم در مورد اون؟ درسته، در مورد ادبیات صحبت کنیم. تا یک شنبه همونجور که تو میگویی دولت بایدن به نظر میاد وزرای خارجه و دفاعش تنها در مورد قدرت بازدارندگی ارتش آمریکا صحبت میکردن و اینکه توان بازدارندگی ارتش آمریکا رو دارن در منطقه زیاد میکنن. از اون موقع تا حالا دیدیم حملاتی صورت گرفته به نیروهای آمریکایی در منطقه که نشون میده خیلی این قدرت بازدارندگی مثل اینکه کافی نیست. و امروز دیدیم لحن مقامات دولت بایدن تغییر کرد. بلینکن که امروز مستقیما جمهوری اسلامی رو مسئول دونست و گفت داره حمایت میکنه از گروه‌های نیابتی، اونها رو ترغیب میکنه به حمله به نیروهای آمریکایی، گفت خبر دارن راجع به این داستان. جلسه امروزی که تو میگی در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در حال اتفاق است. خب جلسه ایست که قرار بود محرمانه باشه. خود گالری مطبوعاتی سنا اعلام کرده بود به خبرنگاران ساعت 2:30 جلسه ای هست، ولی اینکه راجع به چه موضوعی باشد اعلام نشده بود. فاکس نیوز میگوید موضوع ایران هست و از اینجا باید فقط میشه به گمانه زنی پرداخت. در کنگره آمریکا این مرسوم هست که وقتی دولت یا وزارت دفاع حرکات در واقع مانورهایی انجام میدن، یک سری از تفنگداران رو اینور اونور میکنن تو منطقه، اگر یک سری دارن تجهیزات نظامی جدید میفرستن به منطقه، رسم است که دولت بیاید و کنگره را در این زمینه در جریان قرار بدهد. آیا با توجه به این اتفاقاتی که الان در منطقه میافتد، آیا این داستانی است که الان داره پنتاگون انجام میده برای کمیته اطلاعاتی سنا تا اونها رو به روز رسانی کنه؟ به نظر میاد که ربط داشته باشد. سیستم‌های دفاعی که آمریکایی‌ها دارن میگویند در منطقه دارن جابجا میکنن، دفاع ضد هوایی علیه پهپادها، یک ناو هواپیمابر دارن، ناو هواپیمابر بعدی دوایت آیزنهاور، الان قبلا صحبت از این بود قرار است بره به شرق مدیترانه، الان فردا بعضی از مطبوعات گزارش میدهند که قرار است برود به دریای عمان و تا یه هفته دیگر اونجا خواهد بود. برخی از مطبوعات میگویند دلیل این که امریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها میخوان یک هفته فعلا به تعویق بندازند حمله به غزه را این است که دوایت آیزنهاور به دریای عمان ابتدا برسد، برای اینکه امریکایی‌ها اطمینان حاصل کنند که از نیروی بازدارندگی کافی برخوردار هستند و احتمالاً نیروی تهاجمی. به نظر می آید که فعلا توی این چند روز امریکایی ها ارتقل وزارت دفاع بر اساس اون چیزی که رویترز گزارش داده است به شدت افزایش دادند اون پروازهایی که برای شناسایی به کار می رود، از پهپادهای شناسایی استفاده می کنند، ماهواره هاشون الان در منطقه به شدت زوم هستن، این چیزی که رویترز گفته است. و در نهایت هم گزارش وال استریت ژورنال در این باره که انتقاد کرده است از دولت بایدن که در حالی که تمام این سیستم‌های دفاعی رو داره میبره تو منطقه، اجازه داد که روز 18 اکتبر اون بخشی از تحریم‌های سازمان ملل متحد که مربوط به موشک‌های دوربرد ایران هستند از بین برود و از این به بعد جمهوری اسلامی به طور قانونی توان این رو خواهد داشت که خیلی از این پهپادها و موشک‌های دوربرد رو در بازارهای جهانی بفروشد. ممنونم از سوالش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.